خب میریم سراغ اجرای 1402 برای بچه های عمران. کد دفترچه هم هست. این میگه در صنعتی سازی ساختمان های بتون آرمه با قالب های عایق ماندگار، شما همین رو اگه بخواید از کلید واژه استفاده کنید، خب طبیعتا لغت عایق ماندگار رو برسرچ کنید، ولی نمیخواد توی خب دیگه باید بدونید عایق ماندگار فقط تو مبحث 11 تو مباحث دیگه نیستش. این تسلدم بر اساس این به دست میاد که سوالات آزمون گذشته ها آزمون های گذشته مرور شده باشه یا مباحث رو یک دور یک مرور سریع کرده باشین، به گوشتون خورده باشه لغت ها. ببینید تو این الزامات فنی و اینها زده ساختمان بتون آرمه با قالب های عایق ماندگار صفحه 40. میایید صفحه 40 این قالب عایق ماندگار. حالا چی میخواد؟ در مورد اسلام صحبت میکنه، اندازه سنگدانه حداقل مقاومت، ضخامت، دنبال عدد رو باید بگردید، 150 اینها، دنبال این عددها باید بگردید. خب اینجا که چیز خاصی نزده، ببینید عددها اینجا هست، 150 20 به همین سادگی. اینجا در مورد ضخامت صحبت میکنه، اسلام بتون مصرفی در اینها باید حداقل 100 و حد اکثر 150 باشه، حد اکثر 150، پس این درسته، هیچی، حد اکثر اندازه اسمی مصرفی 20، سنگدانه مصرفی 20، این هم حد اکثر 20، حداقل مقاومت 20 مگاپاسکال که اینجا حداقل مقاومت گفته 25 و این گزینه غلطه، ضخامت هم که اینجا 150 بود و به همین سادگی که گزینه 3 رو تیکو میزنید و تمام، بدون هیچ کلید واژه‌ای، اصلا لازم نیست وقتتون رو الکی برای این سوال روی کلید واژه حروم نکنید. ساختمان های بتونی پیش ساخته، باز مبحث 11 دوباره برید فهرست، من دارم میرم فهرست که ببینید، بگن همون چند صفحه جلوتر برید 44 پیش ساخته است، یعنی مرور کرده باشید میدونید چند صفحه جلوترش پیش ساخته است. میایید دوباره، حالا سوال چی خواسته بود؟ گفته بود در تر و اجرای صنعتی ساختمان های بتونی پیش ساخته کدام گزینه صحیحه. در مورد اسلام صحبت کرده، منظم بودن و اتصالات و اینها. الزامات، منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامیه، پس این درسته. اسلامپش رو پیدا کنیم، دنبال اسلامپ بتون مصرفی در قطعات ببینید، دنبال لغت اسلامپ بگردین سریع، نباید بیشتر 150 باشه که گفته نباید از این، و همین گزینه اشتباهی که شو میدهید و تمام، به همین سادگی. حالا شما الان بخواید کلید واژه حساب پیدا کنید، یه بار این رو بگید، یه بار دنبال اسلام بگردید، جا رو که بدونید یه یکی دو صفحه این بر اون بر کنید سریع پیدا میکنید. خب سوال بعدی، در طراحی پی و سازه شکلیزی در صورت عدم محاسبه پایداری حداکثر مقدار این زده چقدر؟ بذارید من یه پینت هم باز کنم دوباره، از اینم یه عکسی بگیریم ببریمش تو پینت، پیستش کنیم، اینم ببندیم، اینو باز کنیم، باشه میشه. خب وقتی در مورد پی و این هاست طبیعتا میره مبحث 7، میریم تو پی های سطحی. ببینید پی های سطحی صفحه 39، اشتباه نکنم صفحه 39، خب پی های سطحی ببینید چند صفحه که بیاین جلوتر اگه مرورم کرده باشید تو ذهنتون میمونه، ملاحظات اجرایی پی های سطحی در مورد چی میخواد؟ در مورد ببینید پی هست که یک فاصله داره با یه سطح شیبداری، پس دنبال که لغت شیب باید بگردیم، دنبال پی که همچین فاصله داره و اینجور مسائل. ببینید پی ها باید از لبه شیب در بالا و پایین فاصله مناسبی داشته باشن، این فاصله نمیدونم با کنترل شیب و فلان و اینها
تو این کلا ببینید محل پلاگی در نزدیک شیب ساخته میشن، اینم در نزدیک شیبی ساخته شده، یعنی به راحتی میتونید بزنید. در صورت قرارگیری پی در بالای شیب، در صورت عدم محاسبه پایداری، خطی که با شیب دو افقی به یک قائم از لبه پی میگذرد نباید با سطح شیب برخورد کند. حالا این نکته خوبیه، دوستان تو ذهنشون باشه برای آزمون دادگستری هم حواسشون باشه حالا به این نکته که این شیبه حالا تو ذهن باشه که نباید برخورد کنه، یعنی این با این نباید به این صورت باشه. حالا اینجا الان نشون بدم بهتون، ببینید این شیب تا این لبه نباید چی میگن، نباید به این برخورد کنه. حالا اینو ما فرض میگیریم نسبتش رو گفته 1:2، یعنی اینجا اگه یک مثلثی داشته باشیم، حالا مثلثش با دست بکشیم راحت تر، اینو اگه عمود بگیریم میگه این یکه، یک قائم، دو افقی دو تا، یکی قائم، یعنی این 1:2 نسبتش، یک تقسیم بر دو مساویه با کل این چقدره از اینجا تا اینجا، اینو فرض کنیم x که همین زده میشه دیگه، مساویه همین زده این ارتفاع، از این لب داریم حساب میکنیم دیگه، اینجا کل این 18، یعنی افقی این 1:2، این گفته 18، از اینجا این x یا همین z ما که برابر همینه به دست میاد که میشه این 1:2، این هم میشه 9 دیگه. پس این میشه 1:2، این میشه x به 18، این میشه 9 دیگه، این نصف اینه، پس میشه گزینه 4. حالا اگر هم میخواستید از کلید واژه استفاده کنید، مثلا همین بحث پایداری رو باید سرچ میکردید تا به این برسید که خب پایداری هم میبینید زیاده تو این چیز، تو این مبحث مثلا، یا عدم پایداری رو سرچ میکردید ببینید کلید واژهتون مثلا عدم محاسبه پایداری داره همچین گزینه ای. ولی راحت ترین کارش دیدید که همین مبحث به پی های سطحی چند تا ورق بزنید، یه 4-5 صفحه، اصلا تو بگو 8 صفحه ورق که بزنید دنبال الان بعد چیزی بگردید، پی نزدیک یک شیبی میبینید که کامل اینجا زده، یا حتی اگه کلید واژه هم میخواید استفاده کنید لغت شیب رو به نظرم استفاده کنید زودتر به جواب میرسید که تو کدوم صفحه هست، چون اینجا از رو خود صورت سوال آنچنان کلید واژه‌ای نداره. بعد حواستون باشه به این شیبه، چون این شیب داره پس یه بندی باید باشه که در مورد پی که نزدیک یک شیبی هست استفاده کنید، نه به راحتی از خود از کلید واژه هم نخواستید استفاده کنید، از خود آیین نامه پی های سطحی بیا اینجا رو لغت شیب رو سر بتونید به صورت تونخانی ببینید پیدا خواهید کرد. قطعا کدام عبارتی در خصوص اجرای دیوار برای فضاهای استریل در بیمارستان ها سعیه؟ یه نکته رو بگم، به محض اینکه دیوار و اجرای دیوار و اینها اومد تو سوال، برید روی پیوست مبحث 2800 ببینید. این مبحث هم چیز داره، تیتروار میتونید تیترهاشو ببینید. الان داخل همین بخش دیوارها یه مقدار که بیاین جلو که ما تو مرورم همین بحث بیمارستان ها رو میبینید ببین کردیم، یعنی مطالعه روخونی کردیم و به دوستان توضیح دادیم، گفتیم مهمه، سوالم اومده جزئیات اجرای دیوار در بیمارستان ها. حالا میتونستید این خود بیمارستان هم سرچ کنید، اما تو کلید واژه ممکنه بگه از این مبحث از اون مبحث، بگه مثلا از اینجا و از اونجا. حواستون باشه که دیوار بود به احتمال 90% تو پیوست 2800 توی اینجا باید بگردید. میگه استفاده از، حالا بخوایم گزینش هم بررسی کنیم، میگه که بهتر اول بخونیم ببینید، میگه که از قطعات ناودونی سر تا سری باید استفاده بشه، تنها گزینه هم که اینو داره از قطعات ناودونی سر تا سری در مجاورت تیر و ستون الزامی است و گزینه 4 صحیحه. پس حواستون باشه دیوار یه مقدار توجه کنید به پیوست 2800، حتی اگه از کلید واژه هم میخواید استفاده کنید، مثلا بیمارستان رو تو کلید واژه‌تون بیارید ممکنه
چند تا مبحث رو بگیم، بگیم مثلا مبحث فلان و فلان و فلان، اول برید رو 2800. اما میگم نیاز نیست شما واسه همین تیترهایی که وجود داره، مگه چند تا تیتر داره تو 20 صفحه، شاید مثلا 5 تا 6 تا، اصلا تو بگو 10 تا، تون تون تیترها رو ببینید پیدا میکنید. همین اولا هم ببینید تیتر زده در مورد دیوارها دیگه، جزئیات اجرای دیوارهای داخلی و خارجی، تیتر اصلیش اینه. در بخش لوگ گمانها در گزارش عملیات مطالعه ژئوتکنیک کدام یکی از موارد زیر ارائه نمی شود؟ لوگ همون نمودار گمان منظورش هست اینجا. دوباره ما پس هفته میریم تو گزارش عملیات مطالعه ژئوتکنیک، اینو بعد دنبالش بگیرید. باز این دیگه واقعا هیچ کلید واژه‌ای نمیخواد، یعنی یه نکته برای سوال قبل، خود کلید واژه هم بخواید استفاده کنید خیلی باید به صورت سوال دقت کنید تا زودتر به جواب برسید. ولی میگم باز هم خیلی جا حتی سوال قبل هم از تیتر میتونستید پیدا کنید. ببینید گزارش عملیات مطالعات ژئوتکنیک صفحه 24. یه مقدار بیاین جلوتر به صورت تیتروار، بعد یاد بگیرین سریع تیترها رو بتونید بخونید. ببینید گزارش توصیفی از شناسایی ژئوتکنیک مربوط به بررسی های طراحی باید حداقل شامل موارد زیر باشه، که اینجا لوگ گمانه رو میتونید ببینید. اگر هم خواستین سرچ کنید همین این رو باید تو کلید واژه‌تون سرچ کنید، ولی به راحتی دید تیتر رو پیدا کردید، یکی دو صفحه اینور اونور کنید خیلی سریعتر میرسید تا کلید واژه رو باز کنید، دوباره ل بگردید، بعد دوباره برین پیدا کنید، برید تو مبحث 7، همین صاف برید سراغ مبحث، زودتر به جواب میرسید. باز بچهای دادگستری که علاقه دارن تو دادگستری کارشناس رسمی شرکت کنن، حواسشون به اینم باشه که این موضوع شامل شرح تمام نمونه‌ای گرفته شده از خاک و سنگ با ذکر تاریخ نمونه گیری، سطح آب زیر زمین در صورت مشاهده با ذکر تاریخ برداشت و درج نوسانات آن در حین اجرای کارهای صحرایی و نتایج تمام آزمایش‌های محلی هستش. پس چیزی که نداره فقط گزینه 2 هست، پوسل‌های نزدیک به سایت پروژه رو چیزی توش نگفته. خب بحث تصرف که شنیدید، صاف میدید سراغ این تصرف. با حریق که اومد دیگه مبحث 3 هست قطعا، باز کلید واژه نمیخواد. شما میرید تو بخش تصرف ها، ببینید تقسیم بندی تصرف های ساختمانی، دسته بندی تصرف ها، صفحه 20. واقعا زودتر از کلید واژه به جواب میرسید. تصرف های مسکونی زده. خب ببینید به طور طبیعی شما فکر می‌کنید که دانشگاه باید توی قسمت آموزشی باشه. بریم ببینیم اول آموزشی چه خبره داخلش. ببین تصرف‌های آموزشی میگه هر بنا یا بخشی از بنایی که از آن به منظور آموزشی برای حداقل 6 نفر در دوره‌های تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان استفاده میشه، همچنین هر بنا یا بخشی از بنا که به منظور آموزشی بیش از 5 نفر با سن 3 تا 18 سال برای قسمتی از طول شبانه روز استفاده میشه در این تصرف میشه. اما اینجا میگه کاربری های آموزشی در دوره تحصیلی بالاتر دبیرستان جزء دسته های تصرف آموزشی محسوب نشده و جزء دسته های تصرف های حرفه‌ای و اداری قرار میگیره، پس میشه گزینه 1. چیزی که اینجا باید شما سرچ میگید، اول میرفتید این به ترتیب که اصلا حالا سرچ هم نمیخواست کنه، به ترتیب که اون مسکونی که هیچی، تصرف بعدی آموزشی بود دیگه، تصرفی که توی همین فهرست هم به ترتیب میاد پایین آموزشی بود، همین آموزشی رو میخوندید میدیدید جوابتون میشه گزینه 1 و تیکشو میزدید و تمام. نه به طور طبیعی شما تو ذهنتون اینه که دانشگاه توی تصرف آموزشی باید باشه، بیاین تصرف آموزشی ببینید اصلا چی نوشته، شاید اصلا همین باشه، تیکشو بزنید و 2 تمام. اما وقتی که میاد میبینید اینجا یه زیربند داره، از طریق همین زیربند گزینه رو میذارید تمام، دیگه نمیخواد برید تصرف‌های حرفه‌ای اداری رو ببینید، تجمعی رو ببینید، کسبی تجاری رو ببینید. پس به این صورت بعد سوال رو چک کنید تا سرعتتون بره بالا. کدام یک از عبارت‌های زیر در مورد سقف‌های کاذب در تصرف مسکونی صحیح نیستش؟ اینجا هم دوباره تصرف داره، اما چیزی از حریق و اینها، ببینید بالایی تصرف بود با حریق،
حریق یعنی مبحث سه. پایینی فقط داره در مورد تصرف خالی صحبت میکنه و میاد توی جل... اینها رو چک کنید، شما میاد در مورد دیوارهای جدا کننده، سقف و اینها در مورد بیشتر داره جزئیات داخلی و اینها صحبت میکنه. میریم کجا؟ مبحث 4 الزامات عمومی ساختمان. یعنی تصرف خالی اومد با این مشخصاتی خدمتون عرض کردم، حواستون باید باشه که میرید رو مبحث 4. حتی الان از کلید واژه میخواین استفاده کنید، اگه تصرف و سیر مسکونی و سرچ کنید مثلا، هم مبحث 3 میاد هم 4 میاد، قاطی میکنید. حواستون باید باشه که در مورد اینجور مسائل اومد به رفت تو دیتیل های جزئی، میره مبحث 4. یا حتی خود سقف کاظم هم سرچ کنید، ممکنه چند تا مبحث بیاد، 2800 یو پیوستش بیاد، 4 بیاد. حواستون باید باشه که سوالی که میخونید حداقل این رو بدونید که مربوط به کدوم مبحث میشه تا حدودی. خب ببینید، توی فهرست که ما بیایم جلو، الزامات عمومی عناصر و جزئیات ساختمان. تو قسمت‌های قبل خب در مورد تصرفات، کلیت فضای باز و اینها، نمیدونم الزامات شکل و مساحت و اینا، خب طبیعتا کاری اینها به سقف و نمیدونم دیوار و اینها نداره. از فصل صفحه 99 به بعد میره تو دیوار و کف و اینها. پس ما هم میریم توی صفحه 100 که دنبال سقف کاذب بودیم. یعنی حواستون باشه که حالا رفت عقب دوباره، حواستون باشه که این موضوعات از توی فصل آخرشه، تو الزامات عمومی. خب ببینید، اصلا حالا این نکته هم بگم، اصلا شما برای این سوال بدون استفاده از هیچی، فقط با علمی که داریم باید میدونستید که در سقف‌هایی که در آنها از بلوک‌های پلی استایرن استفاده می‌شود، باید سطح زیر سقف اصلی با اندود مناسب در برابر آتش محافظت شود. این یه گزینه است. گزینه دو چی میگه؟ میگه در سقف‌ها که در آنها از بلوک پلی استایرن استفاده می‌شود، در صورتی که از سقف کاذب استفاده شود، نیازی به اندود مناسب زیر سقف اصلی به منظور محافظت از آتش نیست. طبیعتاً دیگه این رو همه دوستانی که عمران خوندن میدونن که این سقف‌ها در برابر آتش ضعیفه و حتماً باید اندود بشه. یا دو غلطه یا 4. اینجا گفته اندود بشه، پس اوکی، گزینه 2 تمام رفت. یعنی بدون هیچ اصلا حتی خوندنی. حالا نه، اگه بلد نبودید تو قسمت سقف کاذب اینجا می نویسه براتون، اینجا که هیچی نگفته در مورد این موضوع. در سقف هایی که در آنها از مواد قابل سوختن مانند انواع بلوک یا فلان و فلان استفاده می شود، باید در برابر آتش محافظت شود. و گزینه دو سعیه، میگم بدون هیچ، یعنی از خود گزینه ها هم حتما بعضی وقتا گزینه ها رو یه مرور کلی کنید، شاید اصلا جوابش رو بدون استفاده از هیچی بدونید و استفاده کنید. در قسمت ورودی تصرف مسکونی به ویژه در اقلیم های سرد و گرم و مرطوب، بهتر است دو در متوالی پیش بینی شود. اگر دو در به سمت یکدیگر بگردند و اون تصرف مسکونی برای افراد معلول الزامی نباشد، فاصله دو در حداقل چقدر هستش؟ باز هم ببینید در مورد الزامات عمومی داره صحبت میکنه، تصرف و اینها. تصرف بدون حریق اومده توش، حریق نیست، پس 3 نیست، مپس 4. در مورد در و اینها هم داره صحبت میکنه. دوباره میریم فهرست، میریم صفحه 83. واقعا این کلید واژه نمیخواد. خب در مورد چی صحبت میکرد حالا؟ دوباره ببینید این لغت اقلیم سرد و گرم و مرطوب اینها بگردید. اینم که ببینید در قسمت ورودی تصرف مسکونی، یعنی همون صفحه 83 جواب شما هست، اقلیم گرم و سرد و مرطوب و اینها. حالا میایم جلوتر، اینجا توضیح میده حداقل فاصله دو در متوالی چنانچه هر دو در یک جهت بگردند،
دو متر و در صورتی که به سمت یکدیگر بگردند 2.80. حالا در صورتی که قابل دسترس بودن تصرف مسکونی برای افراد معلول الزامی نباشد، این اندازه ها رو میتوان به ترتیب تا 1.60 و 2.20 کاهش داد که برای ما الان گفته به سمت یکدیگر بگردن، فکر کنم بله به سمت یکدیگر بگردن، 2.80 میشه 2.20 و میشه گزینه 3. اشتباهی اینجا اینا رو نبینید بگید که یهو 1.60 و 2.20، خب 1.60 مینیمومه، جواب گزینه 1 و تمام. نه، حتما بخونید. وقتی اینجا گفته اگر دو دب به سمت یکدیگر باشن، حتما یه کاری داشته که اینو گفته، همینجوری الکی که نگفته. اینو بعد چک کنید که میشه 2.80 شده 2.20 و گزینه 3 درسته. کدام یک از عبارت‌های زیر در خصوص مساله ساختمانی صحیح است؟ خب مساله ساختمانی میره رو مبحث 5 و توجه کنید که بیاین کجا اصلا چی خواسته در مورد، ببینید آهک هیدرات، آلومینیوم، سرب، اندود، در مورد اینها صحبت کرده، آهک هیدرات. پس میریم توی قسمت تیترها، ببینید اینجا میاد آهک و فرآیندهای ساختمانی، همین اولی خب گفته در مورد آهک هیدراته، میریم در مورد همین صحبت کنیم. بعدی هم توش ببینید گفته آلومینیوم در برابر خوردگی ناشی از آب آهک، سرب آب آهک، سیمان و آهک، پس چیز مشترکشون همه آهکه. لغتی هم بخواید از کلید واژه سرچ کنید اینه، اما نمیخواد واقعا، اینجا خودش داده آهک و فرآیندهای ساختمانی. صفحه 15 که بیاین دنبال لغت سرب، آهک هیدراته، آسفالت، نمیدونم آلومینیوم، اینها بگردید توی این. ببینید یه چند صفحه که بیاین جلو تیتروار، بعد تیترها رو بتونید سریع نگاه بکنید. ببینید آهک هیدرات برای استفاده به عنوان چسباننده در آسفالت و سنگ فرش غیری ارائه شده توی این مقررات، یعنی از این توی این دو از آهک هیدرات توی به عنوان چسباننده در آسفالت استفاده میشه. پس می توان از آهک هیدراته به عنوان چسبانده در آسفالت استفاده کرد و همین گزینه یک صحیحه. دوستان حالا برای آزمون دادگستری هم حواسشون به این دو تا نکته باشه، یکی اینکه سنگ آهک برای ساخت شیشه های بیرنگ، یکی هم اینکه آهک هیدراته برای استفاده به عنوان چسب در آسفالت و سنگ فرش های غیری استفاده میشه، که حالا قبلا هم این بند دو تا بند رو مرور کردیم، از این دو تا بند پایین عبور کردیم. حالا اینجا چون تو این آزمون هم اومده، حواستون به این دو تا بند باشه. یه دو تا بندم اینجاست، باز دوست هم دوستان دادگستری هم نظام مهندسی حواسشون باشه. در مورد این چند تا بندی که اینجا وجود داره یه مروری داشته باشن که امکان دار سوال بیاد، اما این دو تا باز از همش مهمتر هست برای ساخت شیشه های بیرنگ. حالا الان اینو داده، ممکنه تو آزمون نظام مهندسی بعدی این رو بده دیگه، شما باید تو ذهنتون باشه. الان این بندو بخونید، یه بند بالاتر هم حواستون باشه، این دو تا بندم نگاه بکنید. این باعث میشه که توی آزمون بتونید سریع گزینه ها رو تشخیص بدید که چی به چیه و کجا هست. ببینید میگه که آب آهک سبب خوردگی فلزات به ویژه سرب روی آلومینیوم میشه، که دقیقا هم همین آلومینیوم سرب هست و این دوتا غلط زده، مقاومه، مقاوم نیست. 4 میگه اندود ماسه سیمان با آهک مجاز نیست، در صورتی میگه اندود ماسه سیمان با آهک برای بیشتر سطوح مناسب است، برعکس میگه. دوستان دادگستری باز حواستون به این سه تا بند باشه که اندود ماسه سیمان با آهک برای سطوح مناسب خوردگی و سطح زیرین اندود آهک یا آهک و گچ حتما باید خشک باشد، که اینو قبلا گفتیم. این دو تا بند رو بد نیست الان داریم مرور میکنیم، حواستون باشه. پس به این 4 تا بندی که اینجا گفتیم، هم اون دو تا بند هم این دو تا بند، حواس دوستان نظام مهندسی هم حواسشون باشه برای ساخت شیشه های بیرنگ و این از آهک هیدراته و این سنگ آهک، حواستون باشه که استفاده میشه. پس این هم شد گزینه 1. کدام یکی از موارد زیر به منظور تولید قطعات گچی الیافدار بر اساس کاربرد متداول است؟ پس میریم توی مبحث دوباره، میریم سراغ گچ این دفعه.
از همین دیگه توی فهرست نمیرم، از همین تیترای بالا ببینید زده از این دو، الان از اینجا دارم نگاه میکنم، گچ و فراوردهای ساختمانی. این جدول رو ما کامل داخل مرور توضیح دادیم. داخل این جدول که بیاین ببینید زده قطعات گچی الیافتار C1، به همین سادگی گزینه 1-4 رو میزنید و تموم. حالا از کلید واژه 2 ساعت بخواید نگاه کنید، اصلا این رو مرور هم نکرده باشید، ببینید زده C1 C6 B1 B7 خود شما بعد دنبال یه همچین چیزی بگردین دیگه. این صفحه اوله، میایید صفحه دوم تو فروردهای گچی و اینها به این اعداد میخورید A1 A2 BC B6 پس بعد اینجا باشه دیگه. بعدش دنباله الیافتار بگردین، یه نگاه سری دنباله که قطعات گچی الیافتار تمام شد رفت، هیچ کلید واژه‌ای هم نمیخواد، 2 ساعت برین دنبال کلید واژه. در خصوص اتصال دیوارهای بلوکی غیر پیوسته با سازه کدام یک از عبارات زیر صحیح نیستش؟ این دفعه میگه ببینید باز در مورد داره دیوار صحبت میکنه. گفتم دیوار دیدید یه چیزی داشته باشید که باید برید تو مبحث پیوست 6 2800. الان از کجا بفهمیم اینو؟ دیگه داره عملا میاد میگه وادار و تیرک و اینها قطعا میره مبحث پیوست 6. بعد چی گفته؟ دیوارهای بلوکی. از همین تیترها شروع میکنیم، سر تیترها رو از اول شروع میکنیم، سر تیترها رو نگاه میکنیم. ببینید تو همین صفحه 3 اینجا زده دیوارهای بلوکی. عبور که گوید به صفحه 4 ببینید اینجا بیشتر در مورد عددها و اینها صحبت کرده. الان من اینجا یه عدد میبینم، اول از همه برم ببینم این عدد چیه. گفته در دیوارهایی با ارتفاع کمتر از 3.5 متر لزومی به اجرای وادار انتهایی در نزدیکی ستون نمیباشد. اینجا میگه که استفاده از وادار انتهایی در نزدیکی ستون تحت هیچ شرایطی مجاز نیست، که این گزینه غلطه. پس همین گفته کدوم صحیح نیست. الان خوندم براتون طبق این بعد این موضوع وجود داره. گزینه 11 سوال 11 میشه گزینه 2، یعنی با همین بول دیوار بلوکی و همین یه دونه چک کردن این که خب این همش عدد 4 داره، این وجود داره، در مورد وادار انتهایی اینا صحبت کرده. اول از همه تو این قسمت بلوک دیوارهای بلوکی بیام ببینم این عدد چیه، اینجا سریع مطالعه کنم ببینم زده دقیقاً به همین گزینه 2 میخوره، دقیقاً هم همینه. حالا گزینه 1 به ترتیب حالا گزینه دیگه هم بررسی کنیم. گفته استفاده فاصله در انقطاع دیوارهای داخلی تا ستون سازه 1/100 ارتفاع کف تا کف طبقه. خب باز ببینید تو همین چند تا صفحه این مرمون بره، تو همین صفحه بیاین میبینید که همین موضوع رو گفته، پس این صحیحه. استفاده از وادار قائم، وادار قائم یکی دو صفحه جلوتره. ببینید وادارها خودش تیتر داره، این هم گفته 4 اوکی. پس شما همین رو دیدید دیگه باید تیک بزنید برید. الان من دارم توضیح اضافه تر میدم. در اتصال تیرک ها به ستون سازه باید قابلیت جابجایی در راستای دیوار حفظ بشه. اتصال به وادار، اتصال وادار و قابل سازی تیرک ها. ببینید میگه در این حالت برای اینکه جدا سازی دیوار از قابل سازی به نحوی مناسب انجام شود نیاز به اجرای وادار انتهایی برای نگه داشتن تیرک هستش. در اتصال تیرک ها به ستون سازه باید قابلیت جابجایی در راستای دیوار حفظ بشه. حالا کلیتش همین موضوع رو میتونید چک بکنید، اینم حالا شکلش هستش. پس به این صورت شما باید چک کنید این موضوع رو. میبینید که از خود تیتر تیرک بود، اومدیم تو تیتر تیرک وادار بود، خود وادار رو اینجا چک کردیم. دیوارهای بلوکی بود، همون اول رفتیم سراغ دیوارهای بلوکی، چون اینجا این عدده بود اول از همه اومدیم این عدده رو خود ببینیم چیه، دیدیم دقیقا با همین میخونه و گزینه 2 رو زدیم و تمام. با خود پس این لفظها وادار تیرک فاصله در زنگت و اینها نهایت یه 4-5 صفحه اینور اونور باشه مطالب تو این اینایی که اینجوری چند تا گزینه هست. حواستون باشه و خوب مطالعه کرده باشین، قبل سوالای قبل رو زده باشید، مرور کرده باشید، قشنگ تو ذهنتون هست که هر کدوم کجاست. ساختمان های مسکونی 3 طبقه ببینید میاد میگه ضریب زلزله چیه. خب طبیعتا دیگه دوستان میدونن ضریب زلزله توی مبحث 2800
گفته زلزله به زلزله به روش ساده شده. خب دوباره تیتر 2800 که شما بیاین سریع یه دور بالا تا پایین بخونید ببینید فصل اول که کلیاته. طبعا میدونید که اگه این فصل ها رو چندین بار شما باید تو دانشگاه مرور کرده باشید، میدونید که تا حدودای این آخره فصل 3 همچین چیزی نیست. این آخرش زده روش ساده شده تحلیلی و طراحی صفحه 53. معمولا دوستان حالا سراغ این صفحات آیین‌نامه 2800 کمتر رفتن و تو ذهنشون نیستش. ببینید این صفحه 53 روش ساده شده تحلیل و طراحی. بیاین اینجا یک سری شرایط داره و یه دونه فرمول. فرموله میگه ABI آروم در F. A که همون 3500 حالا بر اساس حالا جایی که وجود داره. اینجا گفته لرزه خیزی حالا زیاد و ساختمان مسکونی و این حال. میدونیم A 3500 خوب. B رو چجوری حساب کنیم؟ گفته B میشه S به علاوه 1. S خب توی این برای این نوع خاکی که گفته نوع 4 1.75 هستش برای این نوع خاک و برای این سطح خطر، برای این سطح خطر سطح لرز خیزی که میشه 2.75 کلا. پس ABI هم که 1 آریومون 5 هست از جدول اگه چک کنید. F هم که گفته برای ضریبی است که برای ساختمان 1 الی 3 طبقه به ترتیب 1 1 و 2 1 و 1 و 1 و 2 که ما الان اینجا گفته 3 طبقه پس میشه 1 و 1 و 2. اینها رو همه رو تو هم ضرب کنید به 0.23 میرسید. اما نکته چیه؟ زمانی که همچین چیزی برای شما گذاشته بعد یه شکی به این بکنید که ممکنه اصلا این روش کار نکنه برای این ساختمون. چرا؟ چون توی سری توضیحات این روش رو اول بخونید. اینجا گفته روش ساده شده تحلیل در تنها در مورد ساختمان هایی که با شرایط زیر باشد به کار می رود. دوستان دادگستری هم حواسشون به این نکته باشه، میخوان شرکت کنن، این هم تو ذهنتون باشه. ساختمان دارای کاربر مسکونی اداری تجاری بوده ساختمونه و بر روی زمینه های 1، 2، 3 باید باشه. توی زمینه 4 اصلا نمیشه از این فرمول استفاده کرد. این ساختمان شرایط استفاده از این روش رو نداره. جواب گزینه 3 نه 2. اشتباهی سریع حساب کتاب نکنید بیاید گزینه 2 رو بزنید، نه گزینه 3 جوابه، چون اینجا میگه اصلا رو زمینه نوع 4 نمیشه از این روش استفاده کرد. ارتفاع ساختمان از 3 طبقه تراز پایه بیشتر نباشد، نسبت طول و عرض آن در پلان از 3 تجاوز نکند و یک سری جزئیات دیگه. اما مهمش برای ما این الف و ب بود که الان به این سوال مربوط بود. اینم حالا فرمول، حالا ممکنه توی امسال یه چیزی بدن که ما این بخونه، پس یاد گرفتید چجوری از این فرمول استفاده کنید. کدام یکی از گزینه‌های زیر در کاهش خطرات ناشی از گسترش جانبی و روانگرایی تأثیری کمتری نسبت به سایر گزینه‌ها دارد؟ ببینید توی مبحث 7 آخرش توی بحث روانگرایی، حالا از فهرست نگاه کنم دقیقا صفحه‌ش یادم نیست، ببینید توی صفحه 98 به بعد در مورد روانگرایی حواستون باشه. اینجا هم نکاتی گفته، ببینید در مورد روانگرایی یک سری نکات گفته، گسترش جانبی و اینها. اما چیزی که توی 2800 برای در مورد این روش های حالا بهبود این روانگرایی توضیح داده توی 2800 توی مبحث 7 این آخرش زیاد در مورد این موارد توضیح نداده. شما باید ته 2800 رو حواستون باشه. تحکین البته روانگرایی توی 2800 از فهرست سری بخواییم نگاه کنیم صفحه‌شو در بیاریم 77. خب روانگرایی دنبال لغت گسترش جانبی، میبینید تیترش هست، روش های کاهش خطر ناشی از روانگرایی، یه سازه‌ای داره، یه جو تکنیکی. باز هم دوستان دادگستری حواسشون به این که دوستانی که قصد دارن شرکت کنن حواسشون به این دوتا
باشه. توی تمهیدات ژئوتکنیکی میگه روش‌های مثل خاکبرداری، جایگزین کردن خاک، تحکیم خاک، نمیدونم در محل به کمک تراکم دینامیکی، ویبراتورها، شمکوبی، تزریق تحکیمی، تسلیح خاک و غیره استفاده میشه. توی سازه‌ای هم گفته موثرترین تمهیدات سازی برای کاهش خرابی ناشی از روانگری یا گسترش جانبی استفاده از پیهای عمیقه. در مورد پیهای گسترده هم اینجا توضیح میده که اگرچه استفاده از پی گسترده میتوان از فروپاشی سازه متکی بر آن و وقوع تلفات جانی جلوگیری کند، ممکن است موجب کج شدگی یا واژگونی کلی سازه بشه. پس البته این حالا این پایین هم بخونید، در مکانهای دارای پتانسیل روانگری و گسترش جانبی استفاده از پیهای تکی یا باسکولی به هیچ وجه توصیه نمیشه. این هم تو ذهنتون باشه که پیهای تکی یا باسکولی نباید توی جایی که گسترش جانبی و روانگری ممکن اتفاق بیفته استفاده بشه. پس این بود. فقط گزینه 4 گفته بود که ممکنه اون مسئله براش پیش بیاد و واژگون بشه، موجب کج شدگی یا واژگونی سازه بشه. پس 13 میشه گزینه 4. پس هم ته مبحث 7 هست یه سری موارد در مورد گسترش جانبی و روانگرایی، و هم توی 2800 که این تیکه تو تمهیداتش توی 2800 نه توی مبحث. از حواستون به مبحث 7 حواستون به این موضوع باشه. دوستان که قصد شرکت در کارشناس رسمی هم دارن این بندها رو، حالا قبلا ما اینجا رو یه تیکی گفتیم از این عبور کردیم، این را یه چکی بکنن و این قسمت آخر تو ذهنشون باشه که استفاده از پیهای تکی یا باسکولی به هیچ وجه توصیه نمیشه برای روانگرایی. اما سوال 14 میگه برای یک ساختمان متعلق با اورژانس بیمارستان با سطح اشغال 500 متر مربع گودی به عمق 22 متر در نظر گرفته حداقل تعداد گمانه. خب میریم مبحث 7 سری بخش گمانه میدونیم اولاشه، یه جدولی هست دیگه طبیعتا اینو دوستان میدونن، کلید واژه اینها هم نمیخوان. صاف میریم سراغ گمانه. اینجا گفته 300 تا 1000 برای خیلی زیاد و زیاد، خب بیمارستان اهمیتش خیلی زیاده، میشه 4. دوستانم میان تیکه این گزینه رو میزنن و تموم، اما اشتباهه. وقتی اینجا این عمق رو داده، همینجوری در راه رضای خدا این عمق رو نداده، گفته یه جای حتما کاربرد داره که اینو داده. شما تو بحث گود برداری، تو مرور این مبحث هم گفتیم ما توی گود برداری توی این ملاحظاتش توضیح میده که تعداد گمانه نسبت به جدول این باید 50% افزایش پیدا کنه. در چه صورت؟ در صورتی که عمق بیشتر از 20 متر باشه. میاد اینجا میگه الزامات و مبنای طراحی برای این گودو تا 20 متر برای این مبحث. اگه بیشتر بشه در صورت ضرورت احداث گودهای عمیق‌تر این شرایط باید رعایت شه. یکیش اینه که تعداد گمانه‌ها باید 50% افزایش پیدا کنه. ما 4 در آوردیم، 50% این 4 باید بهش اضافه شه، نصفش میشه 2، 4 و 2 میشه 6. گزینه 2 صحیحه نه 3. حواستون پس به این نکته باشه، مرور خیلی مهمه، مرور مبحث. اون ویدیوهایی که گرفتیم ما مرور کردیم، حتی اگه یه جایی ما به این صورت از این مثلا دو تا بند عبور کردیم گفتیم مهم نیست تو مرور مباحث، اومدیم اینجا شما دارین همینجوری میایین پایین، این دوتا رو یه مروری داشته باشین. ممکن نکته از لحاظ شما باشه بلد نباشید، یا به لحاظ شما مهم باشه یه نگاهی بندازید، چیز ضرری نداره. خاکریز پشت دیوار، باز میدونیم که این مبحث 7 هستش و توی حالا اون بحث مرورم این رو گفتیم. از تو خود فهرستم ببینید، خاکریز پشت دیوار خود فهرست صفحه 69. خاکریز پشت دیوار، اول اینا رو یه توضیح بدیم که S میشه ماسه، P میشه بد، W میشه خوب، G میشه شن،
اینم که گفتیم که خوب بده، این هم گفتیم. ام هم میشه لای، سی هم میشه روس. اما ببینید ما توی حالا توی جزوه دادگستریمون اینها رو کامل توضیح دادیم، میتونید جدول رو یه جا بنویسید، انگلیسی فارسی موضوعات رو بنویسید و داشته باشید. این جدول هم که سیستم طبقه بندی متعدد هست، اینجا هم باز به صورت ریستر توضیح دادیم. این جدول هم میتونید ویدیو رو پاس کنید برای خودتون داشته باشید. هم جدول بالا. خب میگه بهترین نوع مسئله برای خاکریزی خاک ها جی دبلیو، جی پی، اس دبلیو و اس پی. جی گفتیم شن، پس شن خوب دانه بندی شده، بد دانه بندی شده. اس ماسه، ماسه خوب دانه بندی شده و ماسه بد دانه بندی شده. میگه ماسه با دانه بندی خوب مسئله کاملا مناسب برای خاکریزی، درسته؟ ماسه رستار را فقط وقتی میتوان به عنوان خاکریز استفاده نمود که سیستم زهکشی مناسب و خاک در شرایط غیر اشتها و رطوبت کم باشه. ماسه رستار، ماسه گفتیم اسه، روسیه، پس اسی همین ماسه رستار میشه که میبینید همین شرایط رو گفته، اینم درسته. ماسه با دانه بندی بد را فقط میتوان به عنوان خاکریز استفاده نمود که سیستم زهکشی میبینید اصلا این چرت و پرته، پس گزینه ایسه اشتباهی. شن با دانه بندی بد مسئله کاملا مناسب برای خاک ریزه که اینا هستش، پس گزینه ایسه اشتباه. اما سوال بعد، به نظرم باید از روی این سوال عبور میکردید. اگه دفعه دوم وقت آوردید میومدید سرچ میکردید رو جوابش رو میدادید. میگه خاک محوطه یک کارگاه ساختمانی از نوع دانه بندی بدون چسبندگی در شرایط زهکشی شده بوده و زاویه استکاک سی برای جلوگیری از ریزش مساله شن دپو شده به محل به محوطه یک بلوک کوتاه بتونی از بتون درجا، این لغت باید حواستون باشه وقتی که دارید میخونید، پس از 6 ماه برای توسعه دادن به محل دپو آوردن این ورتر، این بلوک با جرثقیل برداشته شده و یک متر دورتر قرار داده میشود. دیگه اینجا درجا نیست، بلوکه آماده است، فقط جابجا شده، باز حواستون باشه. نیروی مقاوم در برابر لغزش، باز میدونیم که این تو مبحث هفته طبیعتا، توی نظارت هم خدمتتون عرض کردم یکی دو تا فرمول هست برای همین مورد در مورد لغزش و اینها، همونجا هم گفتم که اینم حواستون باشه، نیروی برشی مقاوم در شرایط زهکشی شده و نشده اسم یه مساوی پی پریم تانژانت دلتا. خب ببینید میگه دلتا زاویه استکاک بین سطح زیرین سازه پی با خاکه، در پی هایی ساخته شده با بتون درجا دلتا برابر زاویه استکاک که اینجا همین سیه، در بتون هایی با بتون پیش ساخته معادل دو سومه. خب حالت دوم که منتقل شد دیگه آماده بوده، پیش ساخته بوده، فقط جابجا کردن، پس یه دونه تانژانت سی داریم ما، بیارم این رو، یه دونه این داریم برای پی پریم با تانژانت سی، یه دونه همین پی پریمو داریم با تانژانت دو سوم سی که دو سومش میشه 2 × 6 تا 6 تقسیم بر 3 میشه 20، تانژانت 20 درجه. اس 1 یعنی اینو اگه ما بگیریم یک حالت یک، اینو بگیریم حالت دو، اینو رو اگه حساب کنید میشه 0.57. ببینید تانژانت سی رو بگیرید میشه 0.57، تانژانت 20 رو بگیرید میشه 0.36. پی پی ما هم که عین همه، این تو این سوال نسبت ها رو میخواد. ببینید میگه که در موقعیت جدید نیروی مقاوم در برابر لغزش فلان قدر کاهش مییابد، دو نیرو برابرند. موقعیت جدید نیروی مقاوم در برابر لغزش حداکثر تا اینقدر نسبت به حالت اولیه کاهش مییابد، پس همش داره حالت دو رو با یک میسنجه. میخوایم ببینیم چقدر این از این کمتر شده، میایم چیکار میکنیم؟ اس دو رو تقسیم بر اس یک میکنیم میشه مساوی با 36 صدم تا
تقسیم بر 57 صدم، که این رو اگه تقسیم کنیم میده 0.48. حالا میگیم 1 - 0.48 از خواهی میکنم این اشتباه دادم، 0.63 میشه. یک منهای 0.63 میشه 37. ضرب در صدم کنیم میشه 37% کاهش پیدا کرده. برای اینکه ببینیم یه حالت نسبت به حالت اول چقدر کم و زیاد شده، میایم تقسیم میکنیم، یه عدد به دست میاد، 1 - 1 میکنیم، 37% الان کاهش پیدا کرده. حتی این کارم نمیخواستید بکنید، ببینید این دوتا یه برابر نیستن با هم، گزینه دو هیچی. میگه در موقعیت جدید نیروی مقاوم در برابر لغزش حداکثر تا 67% نسبت به حالت اولیه کاهش پیدا میکنه. فاصله اینها رو ببینید شما به چه شکله، همچین عددی نمیگنجه برای این دو یا 53. حتی تنها عددی که بهش میخوره 37. حالا خواستید محاسبه کنید که به همین صورت دیگه، استو تقسیم بر اس یک نسبت، 1 - 1 این نسبت کنید، درصد کاهش رو به شما میده. حالا حالت عادی بهتر بود که از این عبور میکردید، توی سری دوم میزدید به خاطر همین حساب کتابش. میگه هرگاه آجر به ابعاد فلان جزء تشکیل دهنده واحد مساله بنایی در یک دیوار به عرض فلان باشد و ضخامت بندهای افقی و عمودی ملات ماس سیمان 10 باشد، ابعاد اسمی واحد مساله بنایی چقدره؟ خب ببینید این ابعاد اسمی واحد مساله بنایی رو بعد شما تو ذهنتون باشه که حالت یک تعریف، اصلا خودش یک تعریف این موضوع، و اول همه مباحث تعاریف رو گفته. شما همین اول که بیاین ببینید زده ابعاد اسامی واحد مساله بنایی با الف هم شروع میشه، اول است گفته ابعاد اسمی واحد مساله بنایی برابر است با ابعاد مشخصه به اضافه نصف ضخامت بندها یا بندهایی که در اطراف آن قرار دارد. ببینید الان این دیوار رو من برای شما اینجا عکس آوردم تا راحت تر توضیح بدیم. ببینید این طول رو یه سری مباحث رو من ببندم دیگه راحت تر کار کنیم. الان گفته 200% در 50، این 200% که اینشه در این ارتفاع اینجا که 50. الان یه اسکرین رو از این بگیریم باز ببریم تو چیز. ببینید این الان 200، اینو میگه 100، این ارتفاع 50، یعنی این ارتفاع 50، اینی که دیده نمیشه الان اینو میگه 200، این 50، این 100. الان این 200 ملات اینجا میاد و اینجا، یعنی این طول به این صورت یه مقدار اضافی میشه، گفته نصف بشه، ملات 10، 5 تا از این ور 5 تا از این ور میشه چند؟ میشه 210. تنها گزینه ای که 210 داره همینه، تیکشو بزنید و تمام، گزینه 3 درسته. اما حالا برای این عدد 100، خب ببینید این 100 توی عرض 100 و ثابته و میبینید که اینجا توی این ملاتی وجود نداره، اوکیه. توی این 50 باز دوباره نگاه کنید، اینو اوکیش کنم، ببینید توی این 50 الان این که وجود داره، ببینید اینجا دوباره بالاش ملات میاد، حالا اینو که علامت زدیم هیچی، این برای اینجا ملات میومد و اینجا ملات میومد، این طول 200 بیشتر میشد. اما حالا چی میشه؟ حالا بالای این ملات میاد، پایینش هم ملات میاد، این ارتفاع 50 حالا داره بیشتر میشه، 50 تا 5 تا بالا، 5 تا پایین میشه 60. پس میشه 260%، گزینه 3 اوکی و تمام.
حداکثر ارتفاع مجاز دیوار محوطه به صورت بنایی غیر مسلح. باز همیشه بهتون تو نظارت هم گفتم یه دونه کلیات داره، ضوابط عمومی داره و این مسئله از این دوتا خیلی سوال میاد. الان توی ضوابط عمومی تو اجزای غیر سازه‌ای در مورد دیوار محوطه داره صحبت میکنه دیگه، اجزای غیر سازه‌ایه. میریم صفحه 54. ببینید سرتیتها رو که نگاه کنین، دیوار محوطه فقط سرتیتر گفته حداکثر ارتفاع مجاز دیوار محوطه به صورت بنایی غیر مسلح. نباید از 2 متر برای دیوارهای بنایی غیر مسلح و 3 متر برای دیوارهای بنایی با کلاف. پس گزینه 1 درسته. 18 میشه 1 به همین سادگی. کدام عبارت در خصوص ملاتهای مورد استفاده در ساختمانهای بنایی صحیح در بنایی صحیح نیست؟ ببینید میره تو ملات و ساختمانهای بنایی، یعنی مبحث 8 توی ملاتها. دوباره میایم توی همین فهرست، توی فصل اول مشخصات و اینها، صفحه 27 دنبال ملات ها میگردیم. ملات ها، تیتر ملات ها، اینجا میاد انواع ملات ها رو میگه. قبلا هم گفتم این بخش ملات ها بسیار مهمه و زیاد میاد. گفته چی؟ میتوان از ملات ماس سیمان در ساخت دیوار آجری و سنگی استفاده کرد. این الان ملات ماس سیمانه، یه سری مشخصات داده براش. خب ببینید میگه ملات ماس سیمان در ساخت دیوار آجری، بلوک سیمانی و سنگی استفاده میشه. پس گزینه 1 درسته. استفاده از ملات آهکی در ساخت عناصر بنایی مجاز است، که توی این گزینه میگه استفاده از ملات آهکی و گلی در ساخت عناصر بنایی مجاز نمی باشد. همین گزینه است تمام. برای اجرای جانپناه باید از ملات ماس سیمان استفاده کرد، که باز این موضوع هم توی اینجا میگه منحصرا ماس سیمان. ملات خیلی قوی برای ساخت عناصر بنایی در زیر زمین استفاده میشه، اینم توی قسمت ملات ها توی بحث قوی بودنشون صفحه بعدش هست. ببینید ملات خیلی قوی برای ساخت عناصر بنایی در سطح زیرزمینه، اینم دقیقا همین میگه. و گزینه 2 اشتباهه. کدام عبارت در خصوص حداقل ضخامت دیوار سازه‌ای ساختمان بنایی صحیحه؟ باز ببینید کاری که میکنید توی کلیات، گفتم بیاید همین اول یه سری کلیات داره. اینجا الان داره میگه در خصوص حداقل ضخامت دیوارهای سازه‌ای. توی کلیات رو بگردید، اگه نبود بعد برید توی قسمت‌های دیگر رو بگردید. داره میگه کدام عبارت در خصوص حداقل ضخامت دیوار سازه‌ای ساختمان بنایی. خب اینجا حداقل ضخامت دیوار سازه‌ای داره میگه. میگه ضخامت همواره ضخامت اسمی دیوار باربر بنایی مسلح با واحد آجر سوراخدار 100 میلی‌متر مجاز است. ببینید میگه ضخامت اسمی دیوار سازه‌ای مسلح نباید از 150 میلی‌متر کمتر باشد. در مورد دیوار باربر بنایی مسلح با واحد آجر سوراخدار ضخامت اسمی 100 میلی‌متر مجاز است، به شرط. یه شرط گذاشته که اینجا نیست، پس این غلطه. ضخامت اسمی دیوارهای سازه‌ای مسلح نباید از 200 میلی‌متر کمتر باشد. دیوارهای ضخامت اسمی دیوارهای سازه‌ای مسلح، ضخامت اسمی دیوار سازه‌ای غیر مسلحه. ضخامت اسمی دیوار سازه‌ای مسلح نباید از 150، این میگی 200، اینم غلطه. ضخامت اسمی دیوارهای سازه‌ای غیر مسلح نباید از 200 باشه، که اینه. پس گزینه 150 این میشه گزینه 4. ضخامت اسمی دیوارهای سازه‌ای غیر مسلح نباید از 150 میلی‌متر کمتر باشه. یه چیزی شما حواستون باشه، ببینید الان دقیقاً این دوتا عین همه، فقط توی این اشتباه داره، این 150 این 200. پس یا این گزینه درسته یا این گزینه. دو تا گزینه عین همه، ضخامت اسمی دیوار سازه‌ای غیر مسلح نباید از میلی‌متر کمتر باشد، این دو تا اشتباهه. پس یا گزینه 3 جواب یا 4، یکیش اشتباهه دیگه، یکیش درسته. روی همین دو تا گزینه، اینجور سوالات رو روی همین دو تا گزینه میتونید بررسی بکنید که یا 3 یا 4، عددش رو پیدا کنید
دیگه گزینه رو پیدا میکنید، نمیخواد گزینه یک و دو رو مثلا بگردید. حالا ما اینجا جهت آموزش هر چهار تا گزینه رو بررسی کردیم. کدام یکی از عبارت‌های زیر برای دوقاب سیمانی که برای تقویت عناصر بنایی مورد استفاده قرار میگیره صحیحه؟ باز ببینید میری توی مساله، این دفعه میریم توی دوقاب. فولاد ساختمانی، ملات‌ها، دوقاب. ببینید زیر همین دوقابه، دوقاب سیمانی گفته بود بدون هیچ کلید واژه. کلید واژه لازم نیست برای این سوال. میگه دوقاب سیمانی با آب و سیمان به نسبت حجم 1:1 ساخته میشود. این 1:1 برای یک سیمان و یک ماسه است. پس این غلط. استفاده از مواد هوازا برای ساخت دوقاب در مناطق سرسیر که خطر یخزدگی وجود دارد مجازه. استفاده از دوقاب مواد یخزدگی برای ساخت دوغاب و ملات در مناطق سرسیر که خطر یخزدگی وجود دارد مجاز می باشد. یه لحظه چشم ندین این رو. پس دقیقا همین گوزین هستی که گوزین یک رو می زنید. تمام. برای جلوگیری از یخ زدن دوغاب می توان از مایعات ضد یخ استفاده کرد. گفته مایعات ضد یخ، نمک و غیره نباید در ملات به کار بروند. پس این هم اشتباهه. استفاده از دوغاب سیمانی که در آن گیرش سیمان اتفاق افتاده است با اضافه کردن آب به مخلوط دوباره مجاز هستش. که اینم میگه دوغاب سیمانی باید در کمترین زمان ممکن بعد از اختلاط و پیش از آغاز گرفتن مصرف بشه. استفاده از دوغاب سیمانی که در آن گیرش سیمان اتفاق افتاده و سخت شده مجاز نیستش. پس اینم تو ذهنتون باشه، یک و نیمه تو ذهنتون باشه، این 24 باشه. ممکنه حالا این دفعه از اینها بدن. پس گزینه یک درست شد. شما هم اول گزینه یک رو چک کردین درست بود، تیکشو بزنید دیگه، سه تا گزینه بعدی نمیخواد. میگه در یک ساختمان مساله بنایی در خصوص دیوار غیر سازه‌ای غیر مسلح آجری به طول فلان و فلان فلان، کدام گزینه در مورد میلیاردهای بستر صحیحه؟ خب بخواین از کلید واژه استفاده کنید میتونید میلیاردهای بستر رو سرچ کنید و بزنید، اما بازم نمیخواد. شما میید مبحث 8 برای دیوارهای غیر سازه‌ای غیر مسلح گفته. میایید داخل همین ضوابط عمومی میلیارد بستر، ببینید این الان در مورد اجزای غیر سازه‌ای بود، دیوارهای غیر سازه‌ای جداگر. توی این اجزای غیر سازه‌ای ببینید میاد میگه دیوار غیر سازه‌ای غیر مسلح آجوری. خب دیوار غیر سازه‌ای دیگه، نه اجزای غیر سازه‌ایه. ببینید توی این قسمت 8ش همین موارد رو توضیح داده. یعنی یه مرور سری داشته باشید میلیارد بستر رو شما اینجا میبینید و به راحتی میزنید. در دیوارهای غیر سازه غیر مسلح یا همینه، اصلا به چشتون بخوره، دقیقا همینه دیگه، دقیقا همینه، راحت میزنید. حالا گفته میلیارد ارزی مورد استفاده 8 تا طور 8 20 باشه. میگه میلیارد ارزی، میگه که میلیارد ارزی رو من پیدا کنم. این میلیارد باید توسط میلیارد های ارزی به قطر حداقل 6 میلیمتر و در فواصل حداکثر 250 میلیمتر به یکدیگر متصل شوند. خب این اوکیه. میلیارد های بستر در ارتفاع 1 تا 2 متر از سطح زمین کار گذاشته شوند. خب این هم گفته 1 تا 2 متر. میگه ببینید اینجا میگه که در دیوارهای غیر سازه غیر مسلح که با واحد مساله بنایی ساخته شده و طول آن از 2.5 متر بیشتر باشد، لازم است در سه تراز مختلف در ناحیه 1/3 میانی ارتفاع دیوار از میلیارد بستر استفاده بشه. شما اگه این، حالا اینو که ببندم، یه پینت رو دوباره باز کنم، الان اینجا ارتفاع ما رو گفته چقدر؟ 3 متره. این گفته در ناحیه 1/3 میانی. خب این اگه
این اگه یه دیوار باشه 3 متر، 1/3 میشه اینجوری دیگه، 3 تا 1 متر میشه، این میشه 1 متر، این میشه 1 متر، این میشه 1 متر. خب اولی تو فاصله 1 متریه، دومی تو فاصله 2 متریه دیگه، پس اینم درسته. گفتی 1 تا 2 متری. میتوان از 2 تا فی 8 در فاصله 15 سانتی متر از یکدیگر در بند بستر استفاده نمود. ببینید فی 8ش مشکل نداره، اوکی 2 تا فی 8، این گفته 6. در فاصله 15 سانتی متری از یکدیگر در بند بستر. اینجا میاد چی میگه؟ میگه که میگرد های بستر باید شامل حداقل 2 میلیارد طولی هر کدوم به قطر 6 میلیمتر که در فاصله برابر 2/3 ضخامت دیوار از یکدیگر به صورت قرینه در بند بستر قرار بگیرند. 2/3 میشه چی؟ ضخامت دیوار الان چنده؟ 15 بود. 2/3 15 میشه 2 ضرب 15 تقسیم بر 3 میشه 10. اما اینجا چی گفته؟ گفته 15. پس این گزینه غلط هستش. 4 چی میگه؟ میگه این میلیگرد ها باید بدون انفصال تا محل کلاف قائم ادامه یافته و مهار شوند. که اینا میگه دقیقا همین موضوع اوکی شده. پس گزینه 3 غلط. به خاطر اون که اون 10 این 15. بقیه هم که درسته دیگه، میلیگرد عرضی گفته بود قطر 6 فواصل حد اکثر 250 که این گفته قطر ات 8 200. در مورد نصب آسانسور و بالا بر تو ساختمان های بنایی، باز ببینید تو همین قسمت عمومی داره سقف گاز پلکان آسانسور، این 2 تا صفحه جلوتر بود. حالا بعدی ممکنه توی آزمون بعدی نما بیاد، خب نما هم اینجاست تو ذهنتون میمونه دیگه الان، ولی شما فقط کلید واژه استفاده کن، بیا اینجا پیدا کن، کاری هم به آیین نامه نداشته باش، دوباره دفعه بعد علاف میشین دیگه. الان میدونی آسانسور اینه، نما بعدی پلکان نمیدونم اینجا، صفحه کاذب اینجا، تو ذهنت میمونه، چند تا آزمونو که بزنی تو ذهن میمونه. میگه نصب آسانسور و کدومش درسته؟ ببینید میگه نصب آسانسور در ساختمان های بنایی با کلاف در صورت مجاز است که دیواره های چاه آسانسور در تمام ارتفاع ساختمان از بنایی مسلح و یا بتون مسلح ساخته شده و به نحو مناسب به یکدیگر و عناصر سازه ساختمان مانند کف ها، کلاف های افقی متصل بشن. این هم که داره گزینه 1 هم همین موضوع رو میگه و میگه متصل بشن و همین گزینه 1 صحیح هستش و این 4 تا گزینه دیگه وسط گزینه دیگه غلطه.